برای گفتگوی بیشتر با ناصر کرمی، اقلیم شناس و کارشناس محیط زیست از استو همراه میشیم. آقای کرمی، این تصاویر دلخراش رو از سیل رو دیدیم، جان باختن دست کم 5 نفر در شمال غرب پایتخت ایران. واقعا چه عواملی در این حوادث تلخ ناشی از وقوع سیل به ویژه مورد اخیر مؤثر هستند؟ من سلام عرض میکنم خدمت شما، تسلیت عرض میکنم همچنین در گذشت شماری از همیهنان رو در این سیل های اخیر. یعنی همیشه گفته میشه که سیل اجتناب ناپذیره، یعنی حتی در کشورهای مدرن هم سیل رخ میده. به ندرت شما میتونید مانع وقوع سیل بشید، بعضا میتونید شدت سیل رو حالا با فعالیت هایی کنترل بکنید، یعنی باعث بشید که سیل با شدت کمتری رخ بده اینها، و یا در جایی که سیل ناشی از طغیان رودخانه هاست میتونید کرانه های رودخانه ها رو به یک شکلی در بیارید که مثلا سرریز آب توش دیرتر و کنتر صورت بگیره. این میشه کنترل سیل. ولی معمولا بارش هایی که در زمان نامناسب، در زمان غیر معمول، در رژیم غیر معمول و یا در مقدار غیر معمول رخ بدن، سیل ایجاد میکنن. اما آن چیزی که خسارت سیل رو ایجاد میکنه کاملا یک پدیده انسانی است، یعنی نوع اون تنسیق و اون سازماندهی که روی چشم انداز شما انجام میدید باعث میشه که در مقابل سیل آسیب پذیر باشید یا نباشید. من مثال بزنم براتون، این سیلی که الان توی نامزاد داوود رخ داده تقریبا همزمان هست از نظر موقعی که رخ داده با سیلی که حدود 35 سال پیش در شمال تهران در منطقه تجریش رخ داد و بیش از 300 نفر کشته داشت. اون سیل هر دوتاش، اون یکی سیل شهردار وقت تهران آقای اگر اشتباه نکنم به نام محمد نبی حبیبی، اون موقع تمام این لودرها و ماشینهای به اصطلاح شهرداری رو فرستاده بود جبهه جنگ، زمان جنگ بود و خب اون لایروبی مسیل ها نشده بود و این عدم لایروبی مسیل ها باعث شد چنان سیلی بیاد، چنان خساراتی به شمال تهران بزنه و بیش از 300 تا کشته داشته باشه. حالا این یکی در امامزاده داوود. امامزاده ها جاهایی هستند که مطلقاً و ابداً تحت هیچ کنترلی ساخت و ساز توی اونها صورت نمیگیره. هر جور که متولی امامزاده دلش بخواد ساخت و ساز میکنه بدون هیچ استاندارد و معیاری. چرا اون دیوار فرو ریخته در سیل؟ چرا سیل به این شدت در اون دره جاری شده؟ این دره مسیل بوده. چرا توی دره‌ای که مسیل بوده اصلاً اینقدر ساخت و ساز صورت گرفته؟ این بارون، این بارش چرا نتونسته تقسیم بشه به اصطلاح توی هرزابه های مختلف، توی دره های به اصطلاح کناری؟ چرا همش متمرکز شده در یک دره؟ همه اینها مال ساخت و سازهای غیر مجازیه که متاسفانه هیچ کنترل، یعنی شهرداری ها نمیتونن اونجا کنترل کنن، چون امامزاده ها اساسا توسط سازوکار دیگری اداره میشن که اصلا اعتقادی به این جور استانداردها و معیارها ندارن. در حال این خسارت ها دقیقاً عامل انسانی داره و کاملا در قالب حالا یک روند قضایی میشه تغییری کرد. آدم‌های مشخصی رو، کسان مشخصی رو، سازمان‌های مشخصی رو تحت تغییر قرار داد به خاطرش. سپاسگزارم از همراهی شما. ناصر کرمی، اقلیم شناس و کارشناس محیط زیست از استو همراه ما بودید.